آقای علمساله، نظر شما رو بدونیم، چرا فکر میکنید که آقای نتانیاهو تأکید میکنه که باید فشار بین المللی بر حماس و حکومت ایران وارد بشه و نه اسرائیل؟ من ابتدا شروع کنم با این جمله که مشکل آقای نتانیاهو فقط نیست، مشکل یک رویکرد افراطی راست تندرویی در تل آویو هست که اهدافی برای خود به اصطلاح چیده که رسیدن به آنها امکان پذیر نیست. نابودی حماس امکان پذیر نیست، نابودی مردم فلسطین امکان پذیر نیست. نکته بعدی اینه که این گروه، این افراد، این کابینه جنگ راه حل دو دولتی رو که جامعه جهانی اون مطالبه اون رو داره رو کاملا رد میکنن، یعنی هیچ گونه جایگزینی هم برای روز بعد از پایان جنگ ایجاد نکردن. تل آویو روی کردش رو باید تغییر ایجاد تغییر در روی کردش باید داشته باشه. ما شاهد این هستیم که الان نزدیک به 6 ماه از فاجعه 7 اکتبر میگذره و فجایع بعد از اون که منجر به کشته شدن 31,000 فلسطینی شده و آقای نتانیاهو به اشتباه داستان رو از وسط تعریف میکنه و فراموش میکنه که مشکل فلسطین و اسرائیل از 7 اکتبر شروع نشده، از 1948 شروع شده، از 1967 شروع شده، از 2006 شروع شده، از هر سالی که ما بحرانهایی داشتیم که اسرائیل فقط با تکیه بر قدرت و نه بر تکیه بر مشروعیت توانسته مشکلاتش رو حل کنه و تا به حال توانسته از اینکه یک کشور اشغالگر و آپارتاید هست به اصطلاح در بره، به خاطر اینکه پشتیبانی بدون چونه چرای آمریکا رو داشته. ما مشکلمون در تل آویو اینه که با یک بیماری مازوخیسمی سادیسمی مواجه هستیم که از دگرزنی و خودزنی هم دارن لذت میبرن سیاستمدارانی که در کابینه جنگ هستن. ما بعد از 6 ماه حال و مواجه میشیم با شکاف‌هایی در درون اسرائیل، بین جامعه و دولت، بین حتی سیستم سیاسی، بین حتی حامیان غربی و اسرائیل که دیگر بر نمیتابند این سیاست متکی بر زور و قدرت و بدون در نظر گرفتن هیچ گونه به اصطلاح هدفی که بتونه در نهایت امر به پایان همیشگی این منازعه به انجامه با. و این مطمئنن نتیجه نخواهد داد. ما در حال حاضر میبینیم که فراموش نکنیم که بخش بزرگی از مردم غزه خود پناهندگان فلسطینی هستند که در 1948 کوچ کردن به غزه، حال از شمال غزه کوچ کردن به جنوب غزه، دیگر کجا باید بروند این سوالیه که اسرائیل باید جواب بده. مطمئنن جامعه جهانی و تاریخ شاهد این هست که اسرائیل بدون پیش پا گذاشتن یک پیشنهاد مناسب برای صلح فقط روی کرده جنگ رو اداره میده.